نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت تر خواهد شکست. درود بر شما عزیزان بیننده. توجه شما را جلب می کنم به نشستی درباره همبستگی برای آزادی و برابری در ایران. به امید اون روز. دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون از طرف کارگاه به همه شما عزیزان خیر مقدم میگم. امشب قراره که در هر حال در مورد همبستگی برای آزادی و برابری در ایران صحبت بکنیم. ما اینجوری برنامه ریزی کردیم که احمد آزاد یک به طور مختصر و مفید تاریخچه شکل‌گیری همبستگی و بعد نهادها و سازمانهای تشکیل دهنده همبستگی در موردش مقداری صحبت بکنه. ایراندخت انصاری سعی میکنه تا حدود زیادی اون جنبه دموکراتیک، برابر حقوقی، عدالت خواهانه و به ویژه مسئله زنان در این تفاهم نامه رو یه مقداری توضیح بده و احسان عزیزم سعی میکنه در مورد مسئله فدرالیسم اونجوری که توی یه سری از بندهای تفاهم نامه اومده یه مقداری توضیحات بده و من سعی میکنم در آخر یک بخشی از این مسائلی که در هر حال میشه تکمیل بکنیم تکمیلش بکنم. اینجوری قرار گذاشتیم که حدود 40 دقیقه ما نزدیک به 40 دقیقه در مورد تفاهم نامه همبستگی، تاریخچه همبستگی صحبت بکنیم و بیشتر وقت رو اختصاص بدیم، چون میدونیم که در هر حال بحث اساسی توی قسمت دوم انجام میگیره، یعنی تو سوال جواب ها سعی کردیم که بیشتر توی سوال و جواب ها سعی بکنیم تا اونجایی که امکان پذیر هست بندهای مختلفی از تفاهم نامه و مسئله همبستگی اونجوری که باید و شاید توضیحش بدیم. در هر حال بیشتر بحث تو بخش دوم انجام میگیره، ولی بخش اول در هر حال بیشتر مسئله توضیح است. بنابراین احمد آزاد شروع میکنه، بعدش ایراندخت انصاری و بعدم احسان عزیز و آخرش من. با سلام به همه دوستان و رفقا که اینجا هستن، تا تشکر از کارگاه که به حال این برنامه رو تنظیم کرد به من منویت دادن که تاریخچه خلاصه از تاریخچه رو بگم، اونم به این دلیل که از ابتدا در جریان شکل‌گیری این همبستگی قرار داشتم. موضوع به حدود خیلی سالهای قبل برمیگرده، تلاش‌های مختلفی صورت گرفته بود برای تشکیل یک ائتلاف‌های سیاسی که ما می‌گیم ائتلاف‌های دموکراتیک و این تلاش‌ها نهایتاً حدود 6 سال پیش به یک جلسه‌ای قد شد که حدود 11 سازمان و حزب در جلسه شرکت کردند با هدف تشکیل یک ائتلاف سیاسی که بخشی از سازمان‌های موجود اون همون موقع هم بودن، ولی چند سازمان دیگه هم بودن که گفتگوها پس از حدود یک سال گفتگو در رو دین که چه باید کرد و چه محورهایی داره رفت رو این که خب اولا باید ما به یک تفاهم نامه برسیم، در واقع به یک پایه، یک پلتفرمی باشه که همه بتونن روش توافق بکنن و بر اساس اون بتونه این به اساس جریان حرکت بکنه. صحبت این بود که چه محورهایی بعد این تفاهم نامه خودش صورت بگیره که عملی باشه. تجربه سالهای گذشته قبلش و تلاشایی که صورت گرفته بود به ما نشون داد که عملاً دو موضوع اصلی اساس این شکلی اینجور تفاهماته: یک، مسئله چگونگی برخورد به جمهوری اسلامی; دو، مسئله ملیت‌های ساکنی. پذیرش این دوتا، یعنی نوع برخورد به این دو مسئله، اساس شکل‌گیری تفاهماتی است که یا تلاش‌هایی است که برای شکل‌گیری ائتلافات صورت می‌گیرد. مقدمتاً پیرامون مسئله نوع برخورد به جمهوری اسلامی گفتگوها صورت گرفت به حکومت که نهایتاً به یک متن منتهی شد
که پیامد این انتشار به اصطلاح توافق روی این متن دو تا از این سازمان هایی که بودند با این متن توافق نداشتند و کناره گیری کرد. بعد مسئله دوم در دستور کار قرار گرفت که بس بر سر چگونگی حل مسئله ملی در ایران بود که اونجا هم گفتگوهای صورت گرفت و یک سال بعد اونجا متنی باز به تفاهم در واقع نزدیک به دو سال طول کشید تا پایه‌های آنچه که امروز ما در خدمتتون هست روی نوشته مهمان تفاهم نامه پایه‌های اولیه‌اش تنظیم شد و نوشته شد و نهایتاً از مجموع اون 10-11 سازمانی که دور هم جمع شده بودن 7 سازمان و حزب این متن رو پذیرفتن، امضا کردن و متحد شدن که ادامه بدن. بعد صحبت شد که خب حالا که این 7 تفاهم نامه رو قبول کردن و میخوان ادامه بدن، ولی ما که نیروهای بسیاری هستن، سازمان ها و نیروهای سیاسی وسیع هستن که در خارج از این 7 قرار دارن، قرار بر این شد که برای یه دوره معینی با دیگران صحبت بشه، گفتگو بشه و دعوت صورت بگیره که ارسال بشه براشون و توافق بسیار کردیم که یه دوره کوتاهی بذاریم برای اینکه بتونیم به نیروهای دیگه مراجعه کنیم و با شناختی که از نیروها داریم، چون بالاخره بعد از سالها فعالیت در خارج کشور کم و بیش ایده ها و نظرات و فکر دیگر سازمان سیاسی رو باش آشنا هستیم و میدونیم که مثلا به این یا اون سازمان مراجعه کردن، زمینی که خیلی دوست داریم باشن در این مجموعه، ولی خب اونا نخواهند پذیرفت به دلایل متفاوتی. نهایتاً این گفتگوها تو این چارچوبه ادامه پیدا کرد مدتی و 3 سازمان دیگه هم پذیرفتن که در این مجموعه شرکت بکنن و نهایتاً به این 10 مجموعه 10 جریان منتهی شد که سازمان‌هایی که باقی موندن در واقع پذیرفتن که بشن، عبارتند از اتحاد دموکراتیک آذربایجان بلژیک، جدل که همین چیز این جنبش جمهوری خانه دموکرات و لایک ایران، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، حزب کومله کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، شورای موقت سوسیستای چپ ایران و کومله زحمتکشان کردستان. این مجموعه نهایتاً در یه جلسه ای که تو در اگر اشتباه نکنم همینجا تشکیل شد گفتگو کردیم، باز دو مرتبه این نوشته بالا پایین شد و مجموعه توافق صورت گرفت بر سر این 14 ماده که به عنوان پایه کار این مجموعه و به عنوان ممانی مشترک همکاری ما تنظیم شد و همبستگی بر این اساس شکل گرفت. ایده اصلی و کلی در واقع همبستگی اون چه که از ابتدا 6-7 سال قبلش پایه‌ریزی شد شکلی یک ائتلاف سیاسی بود، ائتلاف سیاسی پایدار، چون قبل از اون ائتلافات سیاسی مختلفی صورت گرفته بود، همه ما کمابیش آشنا هستیم، خود ما هم هر کدوم از این کسانی که در این سازمانی که اینجا هستن در ائتلاف‌های سیاسی دیگه بودن شرکت کردن و کم و بیش با مسائل مشکلاتشون رو بعد از یه مدتی اصلا میپاشن ادامه پیدا نمیکنن آشنا بودیم. نهایتا پیش از اون که مسئلمون هرچه سریعتر شکل دادن یک مجموعه باشه برای اینکه یک چیز اعلام کنیم، بیشتر بود که قبلا کامل با هم صحبت بکنیم و برسیم به یک تفاهم نامه‌ای که بتونه کار بکنه، فردا صبحش سر یه چیز کوچیک دو مرتبه با هم نخوره. به همین دلیل دو پریودی که طول کشید تا این شکل بگیره طولانی بود، بسیاری هم نقد شد که آقا تشکیل این چقدر طول میکشه، ولی گفتیم اول باید بدونیم داریم چی کار میکنیم و بدونیم هممون مسلط باشیم، ضمن این که این رو میدونیم که این 14 ماده الزامن نیست که همه ما 14 ماده رو این به این واب به واب قبول داریم یا میپذیریم، ولی یک تفاهم نامه است که در کلیتش هر کدوم از این مجموعه خودش رو توش میتونه پیدا کنه و میپذیره که این میتونه مبنای کار مشترک این مجموعه 10 جریان باشه. و بعد از اینکه این مسئله به تفاهم رسید و ما ها تونستیم تفاهم بکنیم سر مسئله، همبستگی اعلام شد و کارشو در واقع تو این فاصله شروع کرد.
خیلی تاریخچه مختصریه، بیشتر از این میشه صحبت کرد، مسائلی که در مطرح شد در این فاصله، ولی اساسش در واقع این بودش که دو مسئله اصلی، یعنی مسئله چگونگی برخورد به جمهوری اسلامی و مسئله ملیت و ساکن ایران مورد توافق همه این ده جریان بود و اون چه که میباید برش باشه در 14 ماده هست که دوستان بعداً توضیح خواهند داد و مورد بحث و گفتگو ما قرار خواهد گرفت. ولی اساس کار در واقع حول اینه که بتونه این ائتلاف به شکل ائتلاف سیاسی پایدار ادامه پیدا بکنه و کارکرد داشته باشه و بتونه در آینده نیروی بیشتری رو جلب بکنه و فعالیت سیاسی رو بتونه گسترده تر پیش ببره. ضمن اینکه طبیعتاً همه ما میدونیم که مسائل مشکلات بسیاری فرارومونه و به ویژه در خود همین مجموعه مسائل مشکلاتی هست که به تدریج و گام به گام باید حل بشه. من چیز بیشتری نمیتونم تو دیدیم هست میشه گفت، ولی وقت زیادی میگیره. فکر کنم که همین در همین حد بعداً در سوال جواب هر سوالی تان داشته باشم من در خدمت هستم. خب منم درود میگم به دوستان و رفقای عزیز، خوشحالم که امشب پیش شما هستم. خاطره ماه فوریه برای من که اعلام بیرونی همبستگی بود، بعضی از چهره ها رو اونجا هم دیده بودم و تشکر میکنم از دوستان کارگاه که این جلسه رو تدارک کردن و این امکان رو به ما میدن که بتونیم مقداری راجع به همبستگی صحبت بکنیم. رفیق گرامی احمد آزاد یه تاریخچه رو توضیح دادن، طبیعتاً در بحث و گفتگو در خدمت هستیم اگر سوالات بیشتری راجع به این روند بشه که بتونیم اگر پاسخگو باشیم. من فکر میکنم دوستان این رو دیدن، خوندن قبلا، این 14 بند هست، الان هم نوشته به اصطلاح حتما جلوی چشمتون هست، برای همین زیاد وارد بند این به اصطلاح تفاهم نامه نمیشم، فقط روی چند تا عرصش تاکید میکنم. اولا همون جوری که رفیق عزیزمون گفتن، در واقع نقطه حرکت این همبستگی تعیین تکلیف با دو تا مسئله اساسی بود، این که هیچ گونه امیدی دیگه وجود نداره، یعنی که به اصطلاح که یک چیزی در این نظام به طور کلی، چون همچنین که گفتن در همراهان قبلی بودن هنوز احزاب و سازمان‌هایی که به نوعی حالا شاید بشود این به قول معروف از درون یک معجزه بشه یا اصلاح بشه، که این باز شد که بعضی از این دوستان نیمه را باشن، یعنی ما راه رو ادامه بدیم. و جوهر اصلی دیگه ناظر به اصطلاح به این تفاهم نامه این بود که ما نمیتونیم از برابری، از آزادی در ایران حرف بزنیم ولی ملیت‌های ایران رو به اصطلاح همچنان بخوایم تحت حکومت مرکزی، هر چند خیلی هاشون از حکومت غیر مرکزی صحبت میکنن، چیز بکنیم. مسئله دیگه مسئله زنانه. واقعیت اینه اگه دوستان توجه بکنن در بند 5 تفاهم نامه، خب تأمین برابر حقوقی شهروندان مستقل از جنسیت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی اومده. ممکن بود برای بعضیا بگن خب وقتی ما گفتیم تأمین برابری مستقل از جنسیت ولی زنان هم شاملش میشه، ولی اصرار خاصی بود در تدوین این تفاهم نامه، برای همین که در بند 8 به طور مشخص تأمین برابر حقوقی زنان با مردان، لغو و هر گونه تبعیض جنسیتی و اجرای کامل مفاد کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و تأمین قانونی برای حقوق دموکراتیک، خب اینجا دیگه آورده نشده ولی حتما دوستان میدونن که به اصطلاح کنوانسیون منع تبعیض که حالا فرانسوی ها سداو میگن، آلمانی ها نمیدونم چه اسمی بهش میگن، جز مفادیه که و جالبه که سرنوشت این رو بدونید، اینجا البته بحث شده بود راجبش و این در واقع در سالهای 1987 این کنوانسیون پیشنهاد میشه در آستان انقلاب ایرانه که در سازمان ملل این تصویب میشه
و البته بعضی از کشورها مثلا مثل فرانسه 2 سال بعد اینو الحاق میکنن توی قوانینشون، که خیلی از کشورها فکر کنم یا 3 تا یا 4 کشوره. و جالبه بدونید آمریکا جز کشورهایی که این کنوانسیون منع تبعیض رو امضا نکرده و جمهوری اسلامی هم یا حکومت اسلامی هم طبیعتاً با تلاشی البته شد در مجلس 6 که مثلا این چون این در واقع کنوانسیون حالا خیلی یک چیز عجیب غریب رادیکالی نیست، ولی دولت‌های امضا کننده این کنوانسیون رو مجبور میکنه، ملزم میکنه که برابر حقوقی رو در به اصطلاح برای زنان، یعنی در قانونشون نه تنها باید به اصطلاح وارد بکنن، بلکه در بندها و تبصره هایی که در خود این کنوانسیون میاد مشخصا مطرح میکنه در جوامعی که این تبعیض بالاست و در واقع فاصله حقوقی موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان فاصله داره با مردان، دولت موظفه امکاناتی رو ایجاد بکنه که این فاصله رو هرچی میشه کمتر بکنن. یعنی تأکید روی این مفاد به نظر من این کنوانسیون سداو که اینجا هم بهش چیز شده خیلی مهمه، و به خصوص حالا کنوانسیون های بعدی اومده، من فکر میکنم این نفهامنامه 14 بنده، ولی شاید بعدن بشه اضافه کرد، مثلا کنوانسیون که با کنوانسیون رفع تبعیض و خشونت خانوادگی هست به اسم کنوانسیون استانبول معروفه، که البته چون در استانبول اونجا شده، و اینا چیزایی هستن که در واقع در کشوری مثل ایران که نه فقط مثل بسیاری از کشورهای جهان و همه ما هم به این نکته واقف هستیم که تبعیض وجود داره بر علیه زنان، و حتی در کشورهایی که برابر حقوقی در قانونش نوشته شده اما در عمل فاصله به اصطلاح وجود داره، در کشوری مثل ایران که جهت عکس رفته و در طی 40 سال اخیر به نوعی خشونت بر علیه زنان قانونی شده، یعنی این که نه فقط برابر حقوقی مسئلهش داره. برای همین چیزی که بر ناظر بود بر این مسئله که نیمی از جمعیت ایران بر این تفاهم نامه زنان هستند و باید به طور مشخص این مسئله که برابر تأمین برابر حقوقی تنها کافی نیست، بلکه تأمین امکانات لازم جهت رشد استعدادهای به اصطلاح و توانایی‌های زنان هست، و واقعا کسایی که امضا می‌کنند در عمل هم باید بتونن در فردا روزی که از شر این حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی حکومت راحت بشیم این امکانات وجود بیاد. چیز دیگه ای که بر روح به اصطلاح عنصری که در بر تفاهم نام چیزه ما نمیتونیم از برابر حقوقی، از آزادی، از دموکراسی حرف بزنیم، ولی از عدالت اجتماعی چیزی نگیم. مسئله این که تأمین عدالت اجتماعی بالاخره حالا این لغتیه که باید توجه بکنید که احزاب و سازمان های هستن در این به اصطلاح امضا کننده که به سوسیالیسم اعتقاد دارن و به اصطلاح واژه های خودشونو دارن، ولی وقتی که عدالت اجتماعی از جانب برخی از احزاب به راحتی میدونید پذیرفته نمیشه، به خاطر اینکه میگن پشت این یک نگاه چپ وجود داره، ولی نیروهایی که رفتن پایین سر این مسئله که بالاخره برابری و عدالت اجتماعی باید به اصطلاح داشته باشه. نکته اصلی دیگه کمجور که در آغاز سخنم گفتم و رفیق عزیز احمد آزادم اشاره کردن که بعدن احسان حتما باز خواهد کرد، همین مسئله که از برابری نمیتونیم در ایران حرف نمیتوانیم در ایران صحبت بکنیم، ولی از کنار مسئله ملیت ها و ایده ای که به فکر این امضا کنندگان این سند رسیده اینه که راه پایان گذاشتن به این تبعیض به اصطلاح قومی و ملی رو فدرالیسم میدونه. این یک پیشنهاده که دوستمون حتما وارد بحثش میشه و به اصطلاح صحبتشو میکنه. اگه به خلاصه بخوام بکنم، من خودم در این عرصه ها بیشتر این تفاهم نامه رو، چون دیگه وارد همه مفادش به قول معروف نمیشیم، که تضمین همه اینا ضمناً برای اینکه هیچ گونه توهمی به نوع برداشتی مدرن از مذهب جدایی
دین و به اصطلاح دولت، دین و مذهب از چیزیه که پایه اصلی به قول معروف از یکی از چهار پایه اصلی میتونم بگم این تشکیل دوام. صحبتم رو در این خلاصه میکنم، در خدمت دوستان خواهم بود برای سوالات مایی که بی دلیلم نیست که اسمش همبستگی برای آزادی و برابریه. بالاخره باید این ادعایی رو که میکنه این تفاهم‌نامه بتونه در بندهاش نشون بده و من فکر میکنم که روح آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بر این تفاهم‌نامه و بر این سند حاکمه. متشکرم. از وقت خیلی ممنون احسان. و منم تشکر میکنم از دوستان، ممنون که شرکت کردید در این بحث. این بحث فدراتیو خب یه بحث خیلی وسیعه، نظرات متفاوتی در این رابطه وجود داره و انواع فدراتیو در دنیا وجود داره و یه چیزی حدود 26 کشور در دنیا در واقع به شکل فدراتیو اداره میشه. در بند دو تفاهم نامه، من این بند رو میخونم بعد راجبش صحبت میکنیم، در بند دو تفاهم نامه ما اومده که کشور ایران سرزمینی است که در نتیجه همزیستی ملیت‌های فارس، ترک آذری، عرب، کرد، بلوچ، ترکمن و دیگر مجموعه‌های زبانی، مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پایدار و با هم ماندن ایران ضروری است اولا هویت و حقوق ملی دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشتشان به رسمیت شناخته شود. دوما تمرکز قدرت و مرکزگرایی تاکنونی جای خود را به عدم تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم. این بندیه که در بند دوم تفاهم‌نامه که مطمئناً همه شما خوندید. حالا یه توضیح من میخوام بدم راجع به این فدرالیسم که اصلا منظور ما از آوردن این فدرالیسم چی هستش و دلیلش چیه که اومده در اینجا و از چه مقطعی به نظر من در ایران مطرح شده مسئله فدراتیو و اگر در دستور کار سازمان ها و احزاب سیاسی قرار نگیره به نظر من روندی رو ما طی خواهیم کرد که جمهوری اسلامی طی کرد با در برخوردش با اقوام ایرانی. قبل از این توضیح بدم که ما در واقع قبل از دوران مدرن، قبل از دوران رضاشاه، ما چیزی به نام مسئله قومی به اون شکله که مثلا اون باشه نداشتیم. اقوام وجود داشتن، زندگی میکردن در سراسر ایران و در ولایات مختلف وجود داشتن. منتها از زمانی که در واقع شکلی دولت جدید، مسئله حقوق شهروندی، مسئله قوای سگانه مطرح میشه، قوای قضاییه میاد، مدنیه میاد، بعد مسئله شهرها میاد، استانها میاد، مسئله حاکمیت مطرح میشه، اون موقع است که مسئله زبان مطرح میشه، مسئله مدرسه مطرح میشه، مدرسه دبیرستان مطرح میشه، اینکه بچه‌ها تو دبیرستان چه درسی رو یاد بگیرن، چه چیزی رو بخونن و اینا همه مسئله دار میشه برای کسایی که زبانشون زبان مادریشون زبان فارسی نبوده. و ما در واقع از یک دوره‌ای در تاریخ ایران شاهد مبارزه هستیم، مبارزه این اقوام هستیم علیه اون چیزی که از طرف دولت مرکزی بهشون حقوق میشه. شما میدونید که هم تو قانون اساسی هم تو قوانین قضایی ما راجع به این مسائل اصلا صحبت نشده. در زبان رسمی ما فقط زبان فارسیه، در صورتی که در ایران بخش‌های مختلفی از مردم‌ها هستن که به زبان فارسی صحبت نمی‌کنن. در آذربایجان یه جمعیت زیادی وجود داره که به زبان فارسی صحبت نمی‌کنه، در کردستان همینطور، در بلوچستان همینطور. مسئله اینه که نیروی روشنفکر، نیروی سیاسی با این مسئله چه برخوردی میخواد بکنه؟ آیا میخواد اینا رو حذف کنه؟ زبان، کاری که جمهوری اسلامی الان داره میکنه دیگه، یعنی میخواد زبان مادری رو حذف کنه، از مهد کودک حذفش کنه اصلا، یا اینکه به این ارزش قائل بشه. چیزی که
در تاریخ گذشته به خصوص از زمانی که آنارشیستا در واقع تفکرشون این بود که حکومت مرکزی یا دولت مرکزی نباشه، رو مسئله فدراتیو کار کردن و دو سه تا نظریه پردازاشون مثل پرودون راجع به این مسئله نظر داده که چرا باید ما فدرالیسم رو بپذیریم. من یه چند تا نقل قول از این میارم یه مقدار برای روشن شدن این که مسئله فدراتیو مسئله فقط ایران یا در یه حوزه خاصی نیست، یه مسئله خیلی وسیع و بزرگه. اولا خود فدرالیسم چی هستش؟ طبق تعریفی که هست میگن که ریشه این کلمه ریشه خیلی قدیمی از یونان لفودوس در واقع کلمه ریشه اصلیشه که در قدیم قراردادی بین شهرهای مختلف برای رسیدن به اهدافی مشترک نظامی، تجاری و ورزشی حتی به کار می‌رفت. یعنی مثلا اگر یک کشور خارجی به کشور حمله می‌کرده، این کشورهای کوچیک سعی می‌کردن با هم مشترکاً برای دفاع یک کنفدراسیونی، یک جمعیتی به وجود بیارن که در واقع بتونن مقاومت کنن در مقابل این نیروهای متجاوز. بعد خود تعریفی که پرودون مثلا از مسئله فدراتیو میکنه، یکی که فدرالیسم را میتوان مجموعی از طرز تفکرها، ارزشها و جهانبینیهایی دانست که بیان کننده فلسفهی بر اساس حفظ گوناگونی در عین وحدت و یگانگی است. یعنی بحث اساسی فدرالیسم اینه که آزادی های اجتماعی، آزادی های انسانی تعمیق پیدا کنه. یعنی اینکه ما اون در واقع سیاستی رو که سیاست اسیمیلاسیون که سیاست یکسانسازی، یعنی اینکه یک زبان، یک فرهنگ، یک دستور و همه مردم باید اینو بپذیرن، چیزی که باعث است یک سرکوب طولانی هم تو دوران رضا شاه شد هم تو جمهوری اسلامی، هم دوران محمد رضا شاه دنبال شد ولی تو دوران جمهوری اسلامی هم به شکل خیلی وسیع در واقع انجام شد. یعنی که ما تفاوت‌ها رو نبینیم، حقانیتی برای اقوام قائل نباشیم و به اونا دیکته کنیم که باید این زبان زبان رسمی باشه در مدارسشون، به بچه‌هاشون، به در دانشگاه‌هاشون باید حتما این زبان رو یاد بگیرن و هیچ گونه حقی به اینها در حوزه زندگی خودشون داده نشه، نه حوزه سیاسی، مسئله سیاسی. یعنی مثلا شهردار سنندج از تهران فرستاده می شده برای اونجا که مثلا شهردار سنندج این فرد باید باشه و خود مردم سنندج یا جای دیگه هیچگونه نقشی توی این گردانندگی مسائل سیاسی و خودمختاری تو مناطق خودشون رو نداشته. برای همینه که این مسئله به عنوان الان هم یک مسئله بزرگ ماست. یعنی اینکه بالاخره ما با این مسئله میخوام چگونه برخورد کنیم. خیلی ها وقتی اسم فدرالیسم میاد وحشت میکنن، فدرالیسم اون تجزیه طلبی نمیدونم فلان. الان کشور آمریکا فدرالیسم، آلمان فدرالیسم، نمیدونم سوئیس فدرالیسم، کانادا فدرالیسم، تمام اینا کشورهایی که به شکل فدرالیسم دارن اداره میشن. چون ما نسبت به این مسائل آگاهی متاسفانه نداریم، یک برخورد خیلی سیخکی میکنیم با این مسئله که فدرالیسم یعنی جدا شدن. خیلی از این جریان‌های ملی ما وقتی باشون برخورد میکنیم فوری میگه فدرالیسم یعنی تجزیه طلبی، فدرالیسم یعنی جدا شدن، فدرالیسم یعنی نمیدونم اینا میخوان برن برای خودشون یه کاری بکنن. چرا ما میگیم، ما معتقدیم که اگر مردمی مثل مردم کردستان بخوان جدا بشن، هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره. یا باید بزنین همشون رو بکشین یا بگین آقا شما حق دارین برین جدا بشین. کدومش رو میخوای انتخاب کنی؟ یعنی این یک سری تفکرات در واقع شونیسم خیلی افراطی وجود داره که در برخورد با این مسائل حتی به اینجا میره که میگه آقا ما هم سرکوب میکنیم، باید اینا در چارچوبه ایران مثلا بمونن اگر بخوان جدا بشن. در صورتی که این مسئله کردها زمانی وقتی با خودشون صحبت کنیم میگه که مسئله من وقتی حل بشه من دلیل ندارم که برم جدا بشم، که شما به من این حق رو بدین که در منطقه‌ای که من خودم 90% مردم با زبان کردی حرف میزنن حداقل زبان رسمی تو این منطقه ما زبان کردی باشه. یا طبق به اصطلاح نظریاتی که خود ما داریم اینه که مثلا زبان اصلی اگه کردیه زبان دومش مثلا فارسی باشه، زبان مبادله‌ای.
ولی ما سر نوع فدرالیسم، یعنی فدرالیسمی که فرض کن تو آمریکا هست با فدرالیسمی که تو آلمان هست با هم فرق میکنه، فدرالیسمی که تو بلژیک هست با فدرالیسمی که تو سوئیس هست اینا فرق میکنه، تو هندوستان فرق میکنه. بنابراین ما نوع فدرالیسم رو تو این تفاهم نامه مشخص نکردیم که چه نوع فدرالیسم، چون بحث بود، چون نظرات مختلفی بود، ولی همین رو پذیرفتیم که ما با تمرکزگرایی مخالفیم، باید این حق رو به اقوام بدیم که بتونن برای خودشون تو مناطق خودشون زندگی خودشون دخالت بکنن، بتونن هم در حوزه سیاسی هم در حوزه فرهنگی مثل همین آلمان، مثل همین لندهای آلمان، مثل ایالتهای آمریکا بتونن تصمیم بگیرن. و این مسئله به نظر من باید توی جامعه ما به عنوان یکی از اهداف دموکراتیک و آزادی خانه جریانهای مترقی، جریانهای سوسیالیستی، جریانهای دموکراتیک باید مطرح بشه و اینو ما باید پیش ببریم. و اگر فکر کنیم خیلی مسئله آزادی و دموکراسی برای ما مهمه، باید به این مسئله هم توجه کنیم که چگونه میشه اینو تعمیق داد تو جامعه ایران. و ما فکر کردیم و فکر میکنیم که فدرالیسم یکی از راه‌های تعمیق دموکراسی در ایرانه، با توجه به مجموعه تجربه‌هایی که هم توی اتحاد جماهیر شوروی بوده، هم توی شوروی سابق بوده، هم توی کشورهای دیگه وجود داشته. من روی مسئله فدرالیسم کار کردم، روی کانادا، کشور کانادا، رو سوئیس، رو آمریکا، رو آلمان که اینا چه نوع فدرالیسمی دارن، کارکرد فدرالیسمشون چطوریه و تا چه اندازه اینا با هم تفاوت داره و کدومهاشون یه مقدار عمیق‌تر به مسئله دموکراسی و آزادی‌های فردی، مسئله زبان، فرهنگ می‌پردازن. خیلی ممنون. من ادامه میگم. به نظر من یکی از مسائلی که به احتمال بسیار زیاد ما در موردش صحبت خواهیم کرد، اون شکلی است که ما توی این تفاهم‌نامه همبستگی برای در نظر گرفتیم. یکی مسئله جمهوریت هست، بعد شکل سیاسی که در نظر گرفته شده در هر حال مسئله پارلمان هست، پارلمنتاریسم هست که به احتمال بسیار زیاد موضوع بسیار مورد بحثی بین ما خواهد بود. بعد چارچوبی که در نظر گرفته شده مسئله حقوق بشر توی محدوده حقوق بشر است. دوستان اگه تفاهم نامه را مطالعه کرده باشند، این 14 بند تفاهم نامه نتیجه گیری شده از مبارزات 100 سال گذشته توی جامعه ایران برای دموکراسی، برابر حقوق، عدالت اجتماعی و مبارزه با تجاوزات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که تو جامعه ایران انجام میگیره. بند اول مقدمه تفاهم نامه یک اشاره بسیار مختصری به مبارزات 100 سال گذشته و به ویژه 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی میکنه و در این که توی این بند تا حدود زیادی سعی شده که توضیح داده بشه که اصولاً فعالیت‌هایی که بخش‌های مختلف جامعه از روشنفکران، احزاب سیاسی و زنان توی این 100 سال گذشته انجام دادن برای تحقق دموکراسی توی ایران با چه مشکلاتی روبرو بوده. توی بند دوم تا حدود زیادی به مبارزات مردم به خصوص در 40 سال گذشته اشاره میشه و به طور ویژه توی 3 سال گذشته از سال 2017-18 تا سال که توش هستیم و این شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی توی جامعه ایران. و توی بخش سوم بند جیم این مشکلی که ما توی 100 سال گذشته تو جامعه ایران باش روبرو بودیم، مبارزات پراکنده‌ای که
نهادهای دموکراتی جنبش‌های اعتراضی به اشکال مختلف انجام دادن و شکست‌هایی که ما باش روبرو بودیم و نتیجه گیری از این که در هر حال در مقابل وضعیتی که ما فعلا باش روبرو هستیم لازمش اینه که یک همبستگی همکاری بین نهادهای دموکراتی و سازمان‌های سیاسی انجام بگیره. بنابراین بندهای 14گانه تفاهم نامه نتیجه گیری از این مقدمه سه بندی است که تا حدود زیادی سعی شده ازش نتیجه گیری بکنه که حالا اون مشکلی که ما توی جامعه ایران باش روبرو هستیم به چه صورت توی جزئیات خودش در هر حال تقسیم بندی میشه. دوستان سعی کردن به یه سری از بندها اشاره بکنند. به نظر من مشکل اساسی اینه که در هر حال برای سازماندهی مبارزات اجتماعی ما احتیاج داریم به این که بین جریانات جمهوری خواه با در نظر گرفتن وضعیتی که تو جامعه ایران مشکل رو هستیم بین این جریانات یک همبستگی سیاسی حول یک سری از اهداف مشخص انجام بگیرد. این اهداف مشخص رو ما توی 14 بند به طور مشخص سعی کردیم توضیح بدیم و فکر میکنیم در هر حال صرف نظر از این که آیا این 10 جریان موفق میشن قدم های اولیه رو بردارن برای اینکه مجموعه های دیگه جمهوری خواه و جریانات چپ به این مجموعه به پیوندن، ولی لازمش در هر حال با وضعیتی که ما از یک طرف با جمهوری اسلامی روبرو هستیم از طرف دیگه پراکندگی که بین بخش‌های مختلف اپوزیسیون وجود داره لازمش اینه که در هر حال این جریانات جمهوری خواه جریانات چپ رادیکال حول یک برنامه مشخص دور هم جمع شد. تفاهم نامه به نظر من حداقل اگه آدم این حرکتی که جمهوری خواهان دموکرات و رادیکال توی این حداقل 40 سال گذشته توی ایران انجام دادن به نظر من یک شکل مدرن سازماندهی سعی کرده تا حدود زیادی مطرح بکنه. خود بندهای 14گانه تفاهم نامه به نظر من توضیح یک شکل مدرنی از حرکتی است که جمهوری خواهان در قبل از اون تا به حال روش دست نگذاشتن. احسان سعی کرد مسئله فدرالیست یعنی این مسئله عدم تمرکز رو توضیح بده. ایرانداخت تا حدود زیادی سعی کرد مسئله دموکراسی عدالت اجتماعی برابر حقوقی رو مطرح بکنه. بنابراین مسائلی هستند که همه اینا به نظر من تا حدود زیادی مسئله ای است که چه از جمهوری خواهان چه جریانات چپ با این مشکل روبرو هستند که به چه صورت ما میتونیم مبارزات خودمون بر علیه رژیم جمهوری اسلامی از یک طرف متشکل بکنیم در مقابل آلترناتیف های مختلفی که تو جامعه ایران وجود داره به چه صورت میشه آلترناتیف دموکراتیک و جمهوری خواهانه را سازماندهی بکنه. این به نظر من مسئله ای است که من فکر میکنم تا حدود زیادی بتونیم تو بخش دوم با دیالوگی که بین ما انجام میگیره در موردش صحبت بکنیم. از این نظر من دیگه تو جزئیات بند نمیرم و ما سعی میکنیم تو سوال و جوابا یه مقدار بیشتر جزئیات توضیح بدیم. خیلی ممنون.